رو منی؟ نه فقط رو من بود. در میون برگزار کنندگان یکی از چهره‌های فعال کامیونیتی ایرانی و جامعه کانادایی خانم مهدیه حاج غازیه که در این روزها قراره که برای منطقه بخش سه ریچموند هیل هم به عنوان عضو انجمن شهر نامزد شده و امید زیادی هم هستش که با کمک ایرانی‌ها و با توجه به سابقه‌اش به این مجلس به این شهر راه پیدا می‌کنه. با ایشون گفتگو می‌کنیم. مهدیه جان خیلی ممنون. سلام، احوال شما؟ خیلی هم ممنون از شما، مرسی. خدمت شما خواهم که بگویید مراسم چیه، چجوری بود و میدونم که امروز هم داوطلب بود اینجا. بله بله، من مثل همیشه داوطلب بودم. خسته نباشید. سلامت باشید، متشکرم، مرسی. برنامه Canadian International Peace Project که خانم شیرین عبادی آوردن، میدونید که یکی از نوبل پرایز ها برنده نوبل پرایز مونه و امروز اینجا تشریف دارن. من با این مؤسسه همکاری کردم، باشون کمک کردم، به عنوان والنتیر اینجا بودم در خدمتشون. امروز از توی مهمونا کیا دیدین؟ من البته باربالا ها رو رئیس انجمن مثلا رئیس حقوق بشر اونتاریو رو دیدم، شما کسای دیگر رو دیدین؟ من از طرف از ریچمونی شروع میکنم چون دارم برای اونجا چیز میکنم، یعنی بیشتر کارامون و والنتیر جابامون برای ریچمونی. بله، آقای جی برو بود، میئر شهر ریچموند هیل اینجا تشریف دارن. آقای مایکل پارسا بودن. بله، رئیس انجمن، رئیس حوزه انتخابی محافظه‌کارا. بله بله، چهره شناخته شده ایرانی هستن. پلیس یورک ریژن هستن. بله آقای، بله بله بله. بعد چهره‌های متفاوت و اکتیو ایرانی هستن که اینجا تشریف دارن، از گروه‌های مختلف ایرانی اینجا تشریف دارن که خیلی باعث خوشحالیه که همه رو با همدیگه زیر یه سقف ببینیم توی یه دونه مجلسی که ایرانی نیست. شما خانم شیرین عبادی مثل که گفتگو کوتاهی کردن، شما اونو شنیدید؟ والا بنده داشتم والنتیر جاب انجام میدادم، نخه نشنیدم. سخنرانی امروز برنامه چی هستی؟ سخنرانیشون چیه؟ میدونی شما امروز چه سخنرانی خواهند کرد؟ نه والا اصل سخنرانیشون الان مثل به هر حال یه گفتگوی بسته است که حالا همه میشنویم. نه من نمیدونم که در مورد چی صحبت میکنم، ولی به هر حال در مورد بعد حقوق بشر هر چیزی جریانه حقوق بشر باشه دیگه. به هر حال والا به عنوان یک زن حضور خانم شیرین عبادی رو توی برای خودت، نظر خودتون و اینکه توی حوزه انتخابی و ریسپوندی اصلا تو کانادا چجوری می‌بینید؟ والا من هر کی اینجا از من پرسیدش خارجی‌ها که شما چی فکر می‌کنین، گفتم واقعا به عنوان یک زن از اون منطقه دنیا نوبل پرایز بگیرن واقعا برای ما افتخار خیلی بزرگی هستش. خیلی خوشحالم بخاطر اینکه الان می‌بینم که توی مناطق دیگه همین ریچموند هیل هم خانمای ایرانی پاشون رو گذاشتن جلو و دارن ران. این جمله خود شما؟ منم یکی از همون خانما. خیلی خوبه. خوب بله، خیلی خیلی جای امیدواری داره که هم خانمای خارجی هم خانم البته داخلی اونا ما خارجی خانمای اصلا کلن کانادایی ایرانی و مال مناطق دیگه دنیا الان اینجا ران دارم میکنم و این فوق العاده برای یه جامعه کانادایی بعد مثبت باشه که خانومان وارد چیز شدن. برای زنای ایرانی چه آرزویی داری؟ برای زنای ایرانی والا یه سوال خیلی سختی کردین. آرزو زیاده، هر جا هستن امیدوارم که اول تنشون سالم باشه بعد آزاد باشن، هر جای دنیا هستن آزاد باشن. چه نوع آزادی؟ هر کسی آزادی براش فرق میکنه، معنیش فرق میکنه. امیدوارم هر جوری که خودشون میخوان آزاد باشن. خیلی ممنون. اینم مصاحبه کوتاه بود با مهدیه حاج غازی، فعال اجتماعی کامیونیتیمون و مخصوصا جوانا در که هر روز هر واقعا به این کامیونیتی، به این جوانامون کالای داوطلبانه خدمت میکنه. امیدواریم که شاهد موفقیت بیشتری از ایشون و بقیه زنان